بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قسمت سوم دمید درس الحکیم یا نام الحکیم الله سبحانه و تعالی چی هست؟ یعنی آخریش، اول ما گفتیم که الحکیم فامیلیم باز رسول الله صلی الله علیه وسلم چی قسم معرفی کرد؟ آلی بریم سرزی که با اسم الحکیم الله ما چی قسم زندگی بکنیم؟ یعنی انسان میخواد موحد باشه، یکتا پرست باشه، الله را بشناسه. پس وقتی که انسان میخواد که موحد و یکتا پرست باشه چی باید بکنه؟ یعنی وظیفه‌ش چی است که ای هر نام الله را که میشنوه و او را میشناسه، ببینه که ما با این نام الله سبحانه و تعالی عقیده‌ایم چطور است، فکریم چطور است، باید فکر خود را جور بکنیم، عقیده خود را جور بکنیم و عمل خدا با این نام الله چه قسم زندگی بکنیم. فهمیدیم که الله نام از نامهای الحکیم، نام از اسمی از اسماء الله الحسنا و صفت از صفات الله هست و این سه نقطه اساسی داره. اول فهمیدیم که الله الحاکم است، حاکم مطلق است. چی معنا؟ یعنی بغیر از او کس دیگه حکم روایی کرده نمیتانه. وقتی کس دیگه حکم روایی بغیر از او کردن نمیتوانه، حاکم مطلق الله هست. بناهن باید حکم امو حاکم مطلق اساسی را باید ما قبول بکنیم و تطبیق بکنیم و قوانین دیگه که ضد حکم الله ساخته میشن از او دوری بکنیم. دوم شناختیم که الله سبحانه و تعالی او حاکم است با امر تکوینی و تشریعیش. اینال الله متعال حکم از او بالای هر چیز نافذ است. امی دست مرا پنج انگشت کی داده؟ الله. بر ما در او چرا پنج تا چشم ندارم؟ دو چشم کی تعیین کرده؟ حاکم از کی هست؟ به حساب تکوینی الله. بر ما یک بینی داده کی؟ الله. اینمی وجود چهره مرا و اینمی آسمان ها را، امی سیارات، امی آفتاب، امی قوتی که با یک روشنایی خود کل دنیا را مثلا به حرارت میره، ای کی هست؟ حکم تکوینی الله هست. و همچنان او ذاتی که مرا گفته پنج وقت نماز بخوان، حکم تشریع الله هست. او ذاتی گفته شراب نخو، الله هست. او ذاتی گفته که عبادت الله را بکن، الله هست. او ذاتی که ما را از شرک منع کرده، پس او حاکم حکم تکوینی و تشریعی است. باید به الله ما تسلیم باشیم. وقتی شناختیم اینا رو فهمیدیم که الله در بین بنده های خود حکم میکنه، هم حکم تشریعی و هم حکم تکوینی. پس در حکم تکوینی الله خود ما هیچ کس شریک کرده نمیتونیم، به خاطر که هیچ مخلوق نمیتونه که آسمان بسازه و زمین بسازه و ادعا کرده باشه. کلگی تسلیم از این هست که الله هست که زمین، آسمان، سیارات، مهتاب، کل از این خلق کرده، به غیر از یک تعداد ملحدین و انسان های جاهل. اما ما همه ما و شما به حکم تک به حکم تشریع الله هم باید امی قسم تسلیم باشیم. ذاتی که حاکم است، حکم میکنه در دنیا و آخرت، بین مردم قضاوت میکنه. پس بفهمیم که در روز قیامت بین ما کی فیصله میکنه؟ الله. فیصله الله عادلانه هست. از این خاطر بسیار احتیاط بکنیم که حق کسی رو نخوریم، در کسی حق کسی ظلم نکنیم، کاری نکنیم که در روز قیامت در قضاوت الهی شرمنده باشیم و در اونجا باز انسان نه دروغ گفته میتونه و نه دلیل غلط آورده میتونه، نه کدام واسطه و وسیله داره که باز او را مانع حکم الله شوند. چهارم چون فهمیدیم که و هو الحاکم الذي يختص الحكم به، ذاتی که حکم مخصوص از او است. ولا یشرک فی حکمه احدا، یعنی الله ذاتی است که در حکم خود کس را شریک نمی سازد. وقتی که الله خودش گفته که ما در حکم خود کس را شریک نمی سازیم، پس ما هم باید در حکم الله کس را شریک نسازیم که برای ما حلال و حرام تعیین بکنه، قوانین تعیین بکنه. که متاسفانه امروز ای تواقیتی که قوانین می سازن و انسانها را میگن که مطابق حکم ما، در عصر فرعون موسی علیه السلام یک فرعون بود، یک طاغوت بود. حالا ما و شما طاغوت دموکراسی، طاغوت سیکولاریزم، طاغوت کمونیزم، طاغوت داروینیزم، بس صدها قسم تواقیت است. از کل زیه باید خدا چی کنیم؟ دور بکنیم. چرا که فهمیدیم که حکم مخصوص الله هست و در حکم الله باید کسی را شریک نسازیم. یعنی اگر کسی برای یک بت سجده میکنه،
در عبادت بدنی به الله ای بت شریک ساخت. اگر کسی قانون غیر الله را که ضد شریعت الله است او را میپذیره، او را قانون ساز، اینجا با امرای الله در تشریع چی کرد؟ شریک ساخت. باید این بسیار احتیاط بکنیم، خصوصا ما به شما که الحمدلله صفت الحکیم الله را شناختیم. وهو الحاكم الذي يجب ان يرجع اليه في الاختلافات والمنازعات. ما وقتی که میخواهیم که با نام الحکیم الله زندگی بکنیم، وقتی با کسی اختلاف کردیم در کدام مسئله، هر قسم مسئله، سیاسی بود، اقتصادی بود، اعتقادی بود، عبادات بود، معاملات بود، اخلاقیات بود، در هر چیزی که اختلاف کردیم، پس حکم به کی راجع میکنیم؟ میریم به قرآن و سنت، میبینیم که الله چی میگه و رسولش صلی الله علیه و سلم چی گفته هزده ای راستان. و طبعا الله متعال ذات مهربان است که پیغمبرای خدا برای چی روان کرده؟ خاطر از اینکه در بین مردم حکم بکنه. از این خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم حکومت ساخت و در خلال حکومت اسلامی که رسول الله صلی الله علیه و سلم ساخت، همینجا حکم الله را تطبیق میکرد. پس ما هم باید وقتی که امت رسول الله صلی الله علیه و سلم هستیم، به خاطر اقامت نظام اسلامی و تطبیق شریعت الهی سعی و تلاش بکنیم. و این را هم فهمیدیم که حاکم ذاتی است که حکمش توحید است و هر حکمی که مخالف حکم الله است او کفر و شرک است و گمراهی است. پس باید از قوانین دیگه بسیار احتیاط بکنیم. بسیاری کسا در اینمی قسمت مبتلا هستند و در امی مسائل امروز متاسفانه بسیاری کسا در اینجا در چی داخل هستند؟ در بسیاری از اینمی کفر شرک به ایساب داخل میشن. پس ما و شما احتیاط میکنیم در این راستا. دیگر را فهمیدیم که حاکم الله سبحانه و تعالی است، یعنی حکیم، که اطاعت از حکمش از لوازم توحیدش است، از لوازم توحید است که باید حکم الله را تطبیق کنی. و اطاعت غیرش و اگر از حکم دیگران اطاعت کردی، بسیار ما و شما شکایات خواندیم، این چی از شرک و گمراهی هست. از این خاطر هیچ وقت قانون کسی را که ضد شریعت الله هست، قوانین دیگر ما نمیپذیریم و نه هم بالای خود و نه بالای زیردستای خود و نه بالای فامیل خود و نه با در زمین الله او را تطبیق نمیکنیم. کوشش میکنیم که حکم الله و شریعت الله تطبیق شود. و هو الحاکم الذي حکمه حق و کل حکم غیر حکمه حکم الجاهلیت و طاغوت. باید ایران بفهمیم که حکم الله حق است و دیگه حکما که هست، هر حکمی بغیر از حکم الله، هر قانونی بغیر از شریعت الله، این قوانین کل چی هستن؟ حکم طاغوت است و حکم جاهلیت است. پس نباید ما به جاهلیت و به طاغوت تسلیم شویم. این کلش مربوط چی میشه؟ مربوط به بندباری از ما و شما آیات زیاد را خوانیم، باید بسیار احتیاط بکنیم. و هو الحاكم الذي يجب الايمان به وباحكامه كما يجب الكفر بما يخالفه من الطواغيت وقوانينهم. ما باید به احکام الله ایمان داشته باشیم و به حکم طواغیت و حکمای جاهلیت و حکمای دیگه که هستن به تمام از اینا کافر شویم. باید به دموکراسی کافر شویم، باید به پلورالیسم کافر شویم، باید به سکولاریسم کافر شویم، باید به دموکراسی و سکولاریسم و کمونیسم و داروینیسم و فلسفه ارسطو و سقراط یا کافر شوی تا که تو واقعا اما حکم الله سبحانه و تعالی را ایمان داشته باشی. فهم یک فر به طاغوت و یؤمن بالله. دوستای عزیز، اینا را فهمیدیم و انواع طاغوت را فهمیدیم که طواغیت مثلا گاهی در لباس انسان می آید، لباس یک فکر اندیشه می و انواع مختلف است. باید تمام طواغیت را رد بکنیم. دیگه فهمیدیم که الله سبحانه و تعالی حاکم است که چی میشه؟ فیصله میشه مطابق حکم است. باید به محکمه مسلمان ها داشته باشن که در اونجا شریعت الله مطابق از او فیصله شده و اگر این محکمه های دیگه که مخالف شریعت الله حکم میکنه، این کلش محاکم طاغوتی هست. الله پاک ما شما را به این محاکم احتیاج نسازه و از این محاکم دور بسازه. دیگه الحکیم ذاتی هست که تمام اوامرش و تمام احکامش و تقدیرش کلش مطابق حکمت است و الله سبحانه و تعالی ذات با حکمت است. و همچنان فهمیدیم که الله سبحانه و تعالی تمامی احکامش بسیار با احکام هست، یعنی محکم است. یعنی الحاکم الحکیم الحاکم الحکیم ذو الحکمه و الحکیم
المحكم في تشريعه وتقديره وأوامره، كلش بسيار براي تدبير أسطوري ودقت است. بس ما حكم امو ذات را تطبيق میکنیم که تمام احکام از او با دقت است و با بسیار اتقان و با بسیار خوبی هست. و الله متعال ما شما را توفیق بده که در این عصر که زندگی میکنیم از شرک و کفر در تشریع نجات پیدا بکنیم و امو احکام ذات حکیم امو قسم که با او ایمان داریم 24 ساعت مطابق از او عمل بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.